بینندگان عزیز، برنامه خوشنما از این لحظه منظور شما، چون همیشگی ما در برنامه خود کوشش میکنیم که معروفترین شخصانی کشورمون را از جمله هنرپیشگان، سرایندگان، ورزشگران و دیگر شخصانی معروفی کشور را که در کسبیت خود موفق گشتند دعوت نماییم. بله دوستان، با دلیل همین گفته ها امروز ما عزیز جان عظیمی، یک جوان موفق که در آمریکا تحصیل میکند و برای خط مجله بونفوذ فوربس در سال 2018 تحت نام سی توسی، یعنی سی صاحبکاری اجتماعی جوانی توسی سالا در آسیا شامل گردید دعوت نمودیم. و باز یک چیز دیگر را باید به شما بگویم که او اولین نماینده تاجیکستان است که نامش به این روی خط ورید گردیده است. سلام علیکم عزیز جان، خوش آمدید به برنامه خوشنما. و علیکم سلام، تشکر زیاد. میخواستم منداری خود رو ایسا کنم به شمایان و حتما به اون بینندگانی که وقت خود رو دریغ نداشته این نواری با امروز رو تماشا کرده استادند. تشکر. عزیز جان عظیمی سال 1997 در جمهوری تاجیکستان تولد شده است. در سن 11 سالگی او غالبی آزمون بین المللی در ایالات متحده آمریکا گردیده، ادامه تحصیل را در یکی از مکتب‌های شهر نیویورک دوام داده است. جوانترین ختم کننده دانشگاه نیویورک در سال 2016 با دو اختصاص اعلی در ساحه‌های اقتصادیات و امور بین المللی می باشد. عین زمان عزیز جان عظیمی ماگیسترانت دانشگاه گاروارد در ساحه اداره دولتی و دانشگاه استنفورد در ساحه اداره سودا می باشد. دوستان عزیز، پیش از آنی که ما صحبت رو آغاز میکنیم به شما میرسانیم که ما قرار داریم در تالار میبیلی عجم. اکنون بیایید اینجا درباره لایحه تشکیلات جمعیتی تجربت با ما و با بیننده تلویزیون سفینه شرح بدهید. خرسند شدیم. تشکیلات جمعیتی تجربت فعالیت خود رو در ساحه معارف به پیش میبرد. در سینم سال اخیر ما توانستیم که زیاد از 300 نفر طلبگان در وطن عزیزمون توانند درس های ایلوگی را به زبان انگلیسی رایگان آموزند و قریب 30 نفر از ختم کنندگان ما حالا در دانشگاه خارجه تحصیل کرده استودند. در این وقتی که ما فعالیت داشتیم زیاد از 1 میلیون دلاری آمریکایی گرانت ها ختم کنندگان ما به دست آوردند که به نظر من یک فخر، باعث فخر است به همه ما. برای چی ما این تحصیل را به پیش کردیم به طلبگان؟ برای اینکه ما میبینیم که امروز در بازار علمی وطنمون بسیار هم طلبات زیاد هست به آموزش زبان انگلیسی، ولی گرچنده که مرکز های زبان انگلیسی بسیار هم باشند، هم مرکز هایی که میتوانند طلبگان را به تحصیل دانشگاه در زبان انگلیسی پیشنهاد کردند این خیلی کم است، یا که به نظر ما هم نیست. بله. برای همین تجربه فرقتش در اون است که اون درس هایی که ما به طلبگان پیشنهاد میکنیم در اساس کورس اول تحصیل دانشگاه آمریکایی ساخته شده اند که مثلا طلبه صف 8 9 به ما بیاید در تاجیکستان، در بین 3 یا 4 سال اون کس میآموزد هم اقتصادیات، هم فلسفه، هم امور های بین المللی و دیگر فن های به زبان انگلیسی که در دانشگاه در آینده اون باید حتما آموزد. شما لایحه نوی تحقیقات اوید با ذهن سون ایرونیز علاکای برام موندید، درباره این تشبث با ما قصه میکردید. وقتی که ما خیال میکنیم درباره هدفی که هر یک فرد وطن باید داشته باشد، این اولو سم گذاشتن و پیشرفت جامعه خود. وقتی ما میبینیم که مثلا کشوری مثل تاجیکستان چطور میتواند همون تمپی پیشرفت اقتصادی رو بهتر هم کند، این است از طرف صادرات. یعنی ما چقدر بسیار صادرات میکنیم همین قدر ما میتوانیم که اقتصادی ما به پیش رود. ولی یک مشکل اون است که ما مثلا یگان رخ به آب نداریم، ما مثلا پورتفو نداریم. برای همین ما باید خیال کنیم که چی طور ما توانیم صادرات کنیم و دولت های خارجه از دولت خودمون استفاده. یکی از راههای این کارکار در سوی IT یا تکنولوژی اطلاعاتی است. اگر ما ببینیم که در دنیا امروز کدام قسمی بازار تکنولوژی اطلاعاتی پیشرفت استفاده است، این است ذهن سونی یا به زبان روسی اسکوستنی اینتلیکت، یعنی این سیستم کامپیوتری هستند که آنها میتونن خودشان پس از تحلیل معلومات و یک قرار بیایند. یعنی چی طور که مغز سری خود آدم میتواند تحلیل کرده بعد به قرار بیاید، همین طور سیستم ها پس از آموزش معلومات میتواند مستقلانه به کارکرد برنامه ساز با یک قرار آمده اونا به پیش برند. و ما میخواستیم که تاجیکستان اولین دولت باشد که در آسیا مرکزی در منطقه ما که همین قسم پیشرفته زمین سونی رو به دست بیارد. و همین طور سال 2019 ما توانستیم تجربت AI که اولین مرکز تحقیقات زمین سونی در آسیا مرکزی شد با کارش رو به پیش مونیم. خب اکنون دیدید که چرا شما قرار دادید که با جوانان تاجیک کورس های تحصیلات ایلوگی رو پیشنهاد کنید؟
تاریخ تجرب این طور است. سال 2016 بود، ماه ایول. در آن وقت من 19 ساله بودم، دانشگاه NYU، نیویورک یونیورسیتی، نو ختم کرده بودم با دو دیپلم سرخ و در همون وقت با من یک فکر شد. من در آمدم میترو از منهتن که در آنجا دانشگاه من واقع بود، رفتم به کوینز، در آنجا خانه ما بود و در همین 40 دقیقه بین منهتن و کوینز من به یک خیال افتیدم. گفتم که برای چی من همین قدر امکانات ها رو داشتم در حیات خود. اولا برای اون که پدر و مادرم توانستند به من شرایط مالیوی رو پیشنهاد کنند و پس از اون من به خودم سال داده گفتم که اگر همین طرز امکانات ها به یکم فرد جوانی با استعداد در یکم کانال وطنی عزیزمون پیشنهاد شده باشد بود، اون فرد میتونست که به دستاورت های از من هم زیاد تعلق گردد. جواب بود حتما ها. برای همین من فهمیدم که مقصد که اگر من خواهم سهم خود را برای پیشرفت وطنی عزیزمون گذارم، من حتما باید امکانات ها رو پیشنهاد کنم به جوانان با استعداد در همه کانال های وطنمون که آنها هم توانند پتانسیل خود را به عملیات گذرانند. اگر من سوی ذهنی سونی رو ببینیم، اگر ما همین سال گذشته دو نفر طلبه بودن 16 ساله هدوشون با ما اومدگیشون 14 ساله بودن، 14 15 ساله در شهر خوجند، اونها هولو در بانک کار کرده استودند، یعنی معاش گرفته استودند، همچون تجربه اومز در بانک. سیستم زینی سونی که ما کارکار کرده استودیم اون رو در بانک وارد کرده استودند. این نمونه اون است که در وطن خود استودند اونها نه تنها مثلا تحصیل خوب کرده استودند، دانش خوب گرفته استودند، بلکه کار هم یافته استودند. اکنون خیال کنید که در آینده این نمودی کادرها میتونن با شرکت های جهانی کار کنن در تاجیکستان استوده و این طرز سهم خود رو برای پیشرفت بایبر اقتصادی وطن گذاشته توان. تنها در سال گذشته شما میتونید گفته که چند نفر امکانات پیدا کردند که در دیگر دولت ها تحصیل کنم. درست. همین در سال اخیر گیریم اگر ما توانستیم قریب به 6 نفر اگر دقیق گویم اگر اونها توانستن خارج پیوسته شده در اونجا تحصیل رو دوام دهند. باز یک مثال است، مثلا نظیر جان اسماعیل جانف باز یک طلبه جوان وارد شد به دانشگاه دیوک. دیوک این یکی از بنفسترین دانشگاه های دنیا، یعنی برای اونجا قبول شدن از 100 نفر 10 نفر 12 نفر قبول میگردند. رقابت بسیار کلان هست. نه تنها نظیر جان قبول شد، بلکه با گرانت قبول شد. 4 سال آموزش اونها پیشنهاد کردن 223000 دلار آمریکایی، یعنی این طلبه یکم به حساب معاش خود رو گرفت. این طالب گفته میشه و انتخاب کرد فیلیل دیوک رو در خیتوی و دیوک کنشان اون دانشگاه تاثیر رو سر میکند آغاز میکند در ماه سپتامبر. در تشکیلات شما عموماً کدام نمودی دو طلبان و جوانان میتوانند کورس های شما رو بیاموزند؟ کمی واضح تر در این باره معلومات میدهید؟ کورس های ما طبق اون لیسنسی که ما از وزارت معارف داریم، ما پیشنهاد میکنیم به طلبگان مکتب و از صنف 7 بالا و دانشجویان. مقصد ما اون است که مثلا وقتی ما تحقیق گذاردیم در بازار داخل با پدر و مادران صحبت کردیم، ده ها نفر با خود طلبگان، ما دیدیم که اکثر طلبگان میخواند که دانشی مثلا مستحکم رو گیرند و یه بار یا دو بار آن به خارجه برای تجربه آموزی یا برای خوندن. برای همین ما به خود مقصد موندیم که طلبگان اگر از صنف 7 طلبگانی با استعداد خواند که تایید بینند به تحصیل در دانشگاه بهترین دنیا، چقدر که مثلا مقامات دولتی هم همین چیز رو دستگیری کرده استادن، ما گفتیم که طلبه اگر بیاد از صنف 7، ما اون رو شما خیال کنید صنف 7 8 9 10 4 سال تایید میکنیم، همه برنامه کورس یکی دانشگاه رو می آموزد، صنف 11 باشد و نمی آموزد و فقط حجت های خود رو روی میکند به دانشگاه ها. این چیز بسیار مهم، باید فهمد که صنف 11 مثلا علی ما اکثریت طلبگان چی خیال میکنند؟ همین یک دیپلم رو گیریم مثلا تست ملی میشود بعد دانشگاه خیال میکنیم. در امریکا باشد شما اگر صنف آخرین باشد، شما ماه نویبر یعنی اولین 3 ماه تحصیل سال آخر شما باید حجت ها رو پیشنهاد کنید به دانشگاه ها، یعنی وقت ندارید که صنف 11 آخرش به خیال کردن. برای همین من امید خان نظیر جان من طلبگان اونها صنف 9 10 اومدن به ما و یک سال دو سال خونده همین قدر نتیجه رسیدن. برای همین مقصد ما حاضر صنف های از 7 تا 11 در ما کشد، ولی چقدر جوان تر همین قدر بهتر که وقت زیادتر برای هم انگلیسی طلبه رو بهتر کردن و اصلا مهم دانشی مستحکم فکرانی انتقادی رو با اون کس وارد کنیم. تشکر زیاد. تماشا بینونی عزیز، ادامه برنامه خوشنما است. این لحظه باشد ما کمی موضوع صحبتمان رو دیگر میکنیم، چون برنامه خوشنما فراغتی است. در برابر اون که ما از حیات، هنر و فعالیت شما بخبر شویم، باز یک قطار سوال ها و بازی های ذهنی رو نیز پیشنهاد میکنیم که توسط این ما هم از خاطرات حاضر جوابی و باز چندین معلومات های دیگر رو درباره شما پیدا خواهیم کرد.
واقعا همسادی میدونی چی برای من رفت و رویش برنامه های انتلیکتوالی و شوخاز و شوخی ها و بحث و مذاکرات های علمی خیلی پسند است. البته این همه موضوع ها در برنامه خوشنمون نیست، اما میخواهم که شرط بازی رو من با عزیز جان پیشنهاد کنم. باشد. اینجا ششتن از عکس علمان معروف جهان است بدون اسمشان، یعنی اسمشان در این قوازچه ها نوشته شده است و شما من میدونم که در اولین لحظه دیدار شما آنها را شناختید. به هر حال ما آنها را به شما پیشنهاد کردیم. بله، با آنها نظر اندازید و اسم آنها را از این قوازچه ها یافته زیر عکسشون گذارید و به بینندگان یک یک آنها را شرح بدید که آنها کیها هستند و در کدام سمت موفق گشتند. بله. مرحمت. آغاز کنیم از سرگئی میخایلویچ برین، اساسگذار مؤسس شرکتی گوگل است این کس، و برای چی این کس رو ندونستن عیب است برای من شخصا؟ برای اینکه این کس دانشگاهی ما رو ختم کرده استنفورد، و این خودی اگر ما تاریخ گوگل رو ببینیم، اگر تاریخ گوگل در دانشگاه استنفورد همچون یک لایحه اکادمیکی پیشان شده بود، یعنی این شرکت اثر نبود، این یک چیگون لویه بود که اینها تحقیقات گذارنده فهمیدن که همین برای جواب دادن به کفتکوب مردم برای هر خل نمودی سوال ها همین الگوریتم رو پیشنهاد کنن. اولین الگوریتمی که گوگل ساخته بود این برای یافتن کتاب ها در کتابخانه استنفورد بود و برای همین این کس بسیار مشهور هستند. خب بیل گیتس، خیلی همه ما بیل گیتس رو میدونیم، مؤسس شرکتی مایکروسافت. این کس باشد دانشگاه رو خوندگی در دیگر دانشگاهی که من خونده شدم گاروارد، ولی این خط نکرده است، خطا نکردم از کورس دوم رفتگی از دانشگاه و بیل گیتس باشد. هم بسیار هم به نظر من اهمیتی کلون باید پیشنهاد شد به بیل گیتس، نه تنها برای پیشکش کردن مایکروسافت الگوریتم های مثلا پروگرام هایی که اونها ساختن، بلکه امروز در وقتی پاندمی جهانی این نفر بسیار سهم کلون گذاشتن در سوهای پیشکش کردن تحقیقات اوید واکسن کووید 19. استیو جابز، مؤسسی شرکتی اپل، یک آدمی هستند که بسیار بانفوذ بودند، افسوس که سال 2011 از عالم رفتند، ولی چی بسیار شوق‌آور در باره این شخص اون است که این کس یکی از مؤسسان اپل می بود، ولی وقتی که خطا نکنم 10-12 سال میگذرد کمتر نفهم میشد بین استیو جابز و شروع نظریون اپل همون دوره و این رو چی میگن روی میکنن از شرکتی اپل. این میرود به دیگر شرکت، ولی پس از 10 سال دیگر این رو خودشون بزار میکنن، دعوت میکنن و این کس هم بسیار هم شخصی بزرگ هستند. مارک سوکربرگ باشد و یا مارک سوکربرگ، این کس هم در دانشگاه گاورد خوندگی هستند، تحصیل کردگی ختم نکردگی بیل گیتس برین، این کس مؤسس شرکتی فیسبوک هستند. خب اکنون علمانی بزرگ از منطقه جهانی ما عمر خیام البته یک نفری بانفوذ تاریخی هستند که یک چیزی که ما باید فخر کنیم، مثلا علمانی که از منطقه ما برآمدگی چی عمر خیام چی ابو ریحانی بیرونی، نه تنها در یک ساحه حیات بلکه در یک چند ساحه حیات توانستن سهمی بزرگ رو گذارن. بیل گیتس و استیو جابز و سرگئی برین آدمانی بزرگ هستند در دوره ما، لیکن اونها در ساحه تکنولوژی پیشرفته بودند. عمر خیام باشد مثلا یکی از کشف کنندگانی قسمی گیومتریکی تحلیلی یا آنالیتیکی گیومتری باشند. اینچنین هم ادبیات به هم میدونیم چقدر ربایات ها میریستند. دیگر شبه نمیگر در ساحه فیزیکا استرونومی، یعنی این چیزی است که ما به هیجان بیرود و باعث فخر است. ابو ریحانی بیرونی باشد هم در ساحه اگر ما بگیم شاقوار بودگیش در ساحه آنتروپولوژی تحقیق بردگی، این هزار سال پیش چند ده عصر پیش آنتروپولوژی، یعنی به اون مالا که تمام تکنولوژی وجود نداشت و علاقه این چیزها رو درست پیشنهاد کرده بود. تحقیقات جامعه چطور جامعه به پرپوش داده است، مثلا آنتروپولوژی ما می‌بینیم که چطور همین حیات آدم پیشرفته استفاده است، همین رو هزار سال پیش این نفر یکی از اساسگذاران همین نمودی چی گویم تحقیق باشد. بهترین فکر میکنم با این پیشنهاد ما و باز چندین نفری که این لحظه ما رو تماشا دارن بسیار معلومات ها رو درباره این شخصونی بزرگ علاقه پیدا کردن. تشکر نیز به شما میگویم که شما درباره آنها واضح تر شرح دادید. تماشابینان عزیز، برنامه خوشنمو ادامه دارد و همصحبت ما هستند علمی جوان و ماگیسترانت دانشگاه گاروارد و استنفورد آمریکا عزیز جان عظیمی. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم. تشکر. در یک صحبتتون شنیده بودم که در سن 8 سالگی شما رو با صف هفتم در یک لیسه برای خوانندگان بلایوقت قبول کردن. خب میگفتید که این شنیده هایم تا کدام اندازه حقیقت دارند و چگونه شما رو یک بار با صف هفتم قبول کردن؟
این سر و صدا حقیقت می باشد. اولش باید ذکر کرد که من با مکتب به سینف یک در سینی سه سالگی رفته بودم. ولی کمتر تحصیل کردم و پس از اون پدر و مادرم به یک قرار آمدن که گفتن در خانه تحصیل دوام دهیم. معلمون به خانه می آمدن. این تر من چهار سال در خانه تحصیل کردم. همه فنها رو می آموختم. مثلا زبان انگلیسی رو از سینی پنج سالگی آموخته بودم. زبان روسی. و پس از اون وقتی که من هفت ساله شدم پروگرام سینف چهار رو آموخته بودم در یک مکتب روسی زبان در شهر خوجند. و بعدی اون معلمون خودشون تفسیر دادن به پدر و مادرم، گفتن که همین بچه یک این کودک چگونه با استعداد هست، امکانات تام ممکن تواند به لیسه همون وقت تاجیکی ترکی حالا لیسه برای طلبگانی بالای قد داخل شد. و پدر و مادرم گفتن خوب بیا یک سنجش به عمل بیاریم. به وزارت معارف یک مکتوب نوشته بودیم، یک کمیسی اگزامیناسیون شده بود، یک کمیسی از معلمانی هر خل فنها. و همین طور من سینف 5 و 6 رو در بین 3 ماه ختم کردم و اگزامین هایی که در اون وقت بودن اونها رو به دست گرفتم، سپریدم. و همین طور در سینی 8 سالگی من به سینف 7 وارد شدم با اون لیسه. بهترین تشکر. بهترین دست یافتن برای تحصیل در آمریکا دشوار بود؟ دشوار بود در کدام معنا؟ در اون معنایی که وقتی که شما به دانشگاه حجت های خود رو میسپارید در آمریکا، شما رقیبانتون بهترین داوطلبان از نه تنها آمریکا، از همه دنیا میباشند. برای چی؟ اگر ما رویخطی بهترین دانشگاه دنیا رو ببینیم، مثلا توپ 20 از اون 14 15 تاش در آمریکا هستند. برای همین طلبات برای تحصیل در آمریکا از طرف طلبگان بواسطه از همه دنیا زیاد هست. از این نقطه بسیار دشوار بود. خب پس از ختم دانشگاه شما با چی کار مشغول شدید؟ حالا من باید ماه ایون ختم کنم ماجستراتوره رو در استنفورد و گاروارد. گاروارد رو ختم کردم، حالا یک کاری علمی رو نوشته استودم برای پیشکش کردن استراتژی پیشرفت اینتلیکت سنی برای جمهوری تاجیکستان. این است یک کاری علمی مو. بکالر باشد من سال 2016 ختم کردم و یک سال در شهر نیویورک کار کردم. اول در شرکتی کنسالتینگی سامن و کوچر در سوی بانکی و پس از اون در سازمان ملی متحد. شما سازواری جایزه اکادمیکی سابق پرزیدنت آمریکا باراک اوباما گردیدید. چی طور شد که شما رو به این مکافات عالی سرفراز گردانیدند؟ درست، من در سینف 12 تحصیل میکردم و در آمریکا وقتی که سنجش اوید پیشنهاد مکافات های دولتی میشود در سوی معارف، بسیار مهم است که یک کریتری مهم نه تنها بهاهای درسی، این مهم است، ولی از اون هم مهمتر این چی نمودی کارهای جامعوی رو طلبه توانست کرد برین از درس. یعنی اگر شما مثلا روبری بخش ها باشید، یک آخه نمودی لایه ها پیشنهاد کرده باشید، شما رو مکتب و دولت قدر میکنند. همین تر وقتی که من پیشنهاد شدم، من هم روبری سازمانی خوانندگان مکتبم بودم، هم روبری یک چند بخش ها بودم، پروژه های والنتیری پیشنهاد کرده بودیم، روبری تیم فوتبال مکتب بودم. و همین تر وقتی مرا انتخاب کردن همچون به این مکافات، به من بسیار فخر بود که مرا از مکتب مو پیشنهاد کرده انتخاب کرده بودند. سینف 12. یعنی سیستم تحصیلات در آمریکا تو سینف 12 است؟ درست، 12 سالگی. از 6 سالگی از 7 سالگی؟ از 6 سالگی آغاز می باد. حالا باشد ما باز یک قطار سوال های دیگر را پیشنهاد شما میکنیم. این سوال ها نیز تعلق دارن به شما و به کسبیت شما، ولی از شما خواهش کرده می شود که به این سوال های ما تنها دقیق، درست و کوتاه پاسخ گردانید. حرکت می کنید. تشکر زیاد. خب متوجه باشید، سوال اول رو من پیشنهاد کنم. قبول، قبول. در مکتب ما فکر کردن رو می آموزیم. در تجربه شما طرز فکر کردن رو می آموزانید. این درست است یا اینکه نه؟ درست است. فکرانی انتقاد رو می آموزیم. با فکر شما استارتاپ های نوی تکنولوژی می توانند الटरनेटیو مهم ایجادی جای های نوی کاری و منبع درآمد بلند برای مردم و هم بودجه کشور باشد. حتما. برای چی؟ برای اینکه چخیل که من در آغاز صحبت ذکر کردم، مقصد ما در تجربت ای چی است؟ همون الگوریتمی که ما لو پیشنهاد کرده استودیم، مثلا الگوریتم برای بانک ها در سوی کریدیت سکورینگ یا سکورینگ چی قرض ها، اون رو ما اکنون میخوایم تا آخری سال پیشنهاد کنیم، اول با دیگر دولت های منطقه قزاقستان، قرغیزستان و تا سال نهایی با دیگر دولت های آسیا. این تر وقتی که ما صادرات میکنیم یک الگوریتم رو با شرکت های جهانی، چی میشود؟ درآمد زیاد میشود و از آن ما میتونیم بسیارتر انداز رو به دولت سپاریم. برای همین استارتاپ های تکنولوژی این اساس، فوندامنت پیشرفت اقتصادی کشور عزیز ما میباشد. با فکر شما دولت ما برای عملی سازی لایحه های تکنولوژی بلند ذخیره های کافی ذهنی دارند؟ نه تنها ذخیره های کافی دارد، بلکه ذخیره های پتانسیل زیاد هم دارد. برای همین وقتی که ما تجربت ایرو همچون اولین مرکز تحقیقات اینتلکسیونی در آسیا مرکزی پیشکش کردیم، ما دیدیم که پتانسیل جوان دختران و جوان پسران تاجیکستان زیاد است و در منطقه با اون برابر میشدگی ملت نیست.
شما در مجموعه توانمندی جوانان تاجیک را چگونه ارزیابی میکنید؟ هر یک فرد وطن در حیات خود میخواهد که با یک چگونه دستاورد ها نول گردد که اون اولو فخر پدر و مادر گردد. اولو هست برنامه پیشرفت انسان. خودشون رو کشف کنند، چی نمیده شوق دارند، با والدینشون در رابطه باشند و در آینده به مقصد خود رسند. در تشکیلات شما با غیر از تهیه لایحه های اجتماعی باز چگونه لایحه ها را پیشنهاد کردن ممکن است؟ ما حرکت میکنیم که لایحه ایجادی هم باشند. مثلا یک تحقیقچی ما، یک تحقیقچی جوان 16 ساله توانست الگوریتمی معین کردن سیمای آدم را پیشنهاد کند. کین الگوریتم هولو اون کس وارد کرده شده است در یکی از بانک ها برای مثلا وقتی که در وقتی صبح شما به کار می روید یا اون کس شما رو ручкаю قوس قتی قید نکند و شما تو میدرین مثلا یک کامره هست و اونجا شما رو فیکسات میکنن که این آدم فلان وقت داره فلان وقت برو اومد. این نمودی لایحه ها بسیار هستن. تشکر. فعلا تشکیلات شما با کدام دانشگاه های بزرگ جهانی همکاری میکنند؟ ما حالا همکاری داریم با بسیار دانشگاه. مثلا اگر زینی سونی رو گیریم اگر اون درس که ما پیشان میکنیم به طلبگان اساسش رو دوستان خودم از دانشگاه استنفورد بونوفسترین دانشگاه درس های تکنولوژی ساخته پیشنهاد کرده شدن. همین طور هم وقتی ما ببینیم مثلا دانشگاه نیویورک یونیورسیتی همچون هم دانشگاه بونوفوس خاطرنادگان ما در فیلیال های این دانشگاه در خیتوی و امارات متحده عرب هم خوانده شدن. برای همین با دانشگاه در هر خل دولت ها ولیکن اولو دانشگاه آمریکایی. تشکر زیاد که با سوال های پیشنهاد نموده ما شما پاسخ های جالب گردانید و باور دارم که بینندگان عزیز نیز باز هم بابت شما معلومات بیشتر رو پیدا کردند. بیننده عزیز ادامه برنامه خوشنما است و مهمان ما هستند یک علمی جوان تاجیک ماگیستران دو دانشگاه بونفوز ایالات متحده آمریکا عزیز جان عظیمی و ما باشیم قرار داریم در تالار مبل عجم. اینک در این قسمت برنامه باشد ما یک بازی ذهنی دیگر برای شما پیشنهاد میکنیم و فکر میکنیم که از بوده این شما بخوی برنامه میتوانید. خب اگر پیشنهادی مرا قبول داشته باشید اون رو من به شما پیشنهاد کنم. قبول. این قطعه که شما میبینید داخل آن حرفهایی هستند که نامی سه شرکت است. شما این حرفا رو جا به جا گذاشته نامی شرکت ها رو میابید و پس آن با ما و به بیننده تلویزیون سفینه بابت این شرکت ها معلومات میدید. امروز اینتلیکت من رو بسیار تست کرده استاد. تشکر زیاد. اکنون شما میتوانید یک کار که آن رو با ما و با بینندگان شهر بدهید که آنها کدام عملهای اینترنتی رو زنه که اجرا میکنند. خب بید آغاز کنیم از گوگل. چخیلی که من گفتم گوگل همچون لایحه در کتابخانه استنفورد آغاشته بود. وقتی که سرگی برین و لری پیج ساختن الگوریتم خود رو چطور الگوریتم گوگل فرق میکرد از اون دوره سیستم های کافتکو. اون طوری که وقتی که شما مثلا اون دوره یاهو یا آلتاویستا میدرآمدین این سال 95-96 شما یکگوسه کافتکو کنید همون نمودی معلوم میبرآمد که از همه بسیار چی گویم اگر کلیک میداشت. گوگل باشد سیستم علیش کرده سیستم علمی رو وارد کرد که اگر شما یکون سه کافتکو کنید همون بسیار معلومات همون سایت پیشان میشد که دیگر سایت ها با اون یعنی لینک دارن پیوستی دارن. این است پرینسیپی وقتی که میگون در سوی اکادمیکی سایتیشن یعنی شما اگر کوری علمی سازه دیگر پروفسوران کوری علمی شما و پیوست باشن کوری علمی شما بونوفستا حساب میشد. همین طور سیستمی که در دانشگاه شد دنیا رو عوض کرد. آمازون باشد هم البته شرکتی بزرگترین دنیا امروزه. برای چی؟ برای اونکه وقتی ما خیال میکنیم شرکتی آمازون امروز قریب 50% خرید و فروش آنلاین در آمریکا از آمازون سر می شود. یعنی شما یک گونچه در آمازون کافتکو میکنید برای خریداری ممکن از دیگر سایت یابید ولی اساس کافتکوتون آمازون است. این یک پتانسیل بزرگ دارد. اگر ما تاریخش بینیم میدونید چطور آمازون به دنیا آمده بود همچون شرکتی خرید و فروش کتاب.
جف بیزوس در یک هیچ فاند کار میکرد و بعد زنش پیشنهاد میکند همسرش که برای همین سیستم خرید فروش کتاب صرف میکنه. یعنی از کتاب آغاز کرده بیند که همه چیز امروز تیپ آمازون بزرگ جهانی هست. و مایکروسافت آفیس یک دانه گویم این بونوس ترین برنامه شرکت مایکروسافت هست که اون توانست کار کردی مثلا چی دانشجویان چی کارگران شرکت ها رو بسیار هم ثمرمندتر گذارند تیپ که استفاده بردن سافت ویر. تشکر زیاد بهترین شما در یک مورد توانستید که اونها رو هم جابجا گذارید و همه اونها رو با ما و بینندگان شهر بدهید. چی نقش خود دارید در آینده؟ ما من ماهی ایون که تحصیل رو در مگیستاتور گاردو استنفورد ختم میکنیم، پس از اون کوشش میکنیم که همین کار کردی هم تجارت و تجارت دنیا رو به پیش بریم و سهم خود رو برای پیشرفت اقتصادی وطن گذاریم. باید ذکر کرد که ما بسیار خرسند که از طرف من مقامات دولتی، از طرف جامعه شهروندی لایحه هایی که اویدی تکنولوژی هستن به پیشرفت استادن و ما حرکت میکنیم که یکی از پرچم برداران همین پیشرفت تکنولوژی در وطنمون باشیم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. باور کنید از امروز صحبت من خیلی هم شاد شدم. اکنون تمنیات خود رو به بیننده تلویزیون سفینه میتونید رسونید. تشکر زیاد. من بسیار فخر میکنم که در همین سالهای اخیر توانستم کمی باشم تاجیکستان عزیز رو معرفی کنم در دانشگاه من در شرکت های آمریکایی و از همه بینندگان امروز من مینداری خود رو احساس میکنم که من خودم در همین جامعه کلون شدم، در اینجا تربیت گرفتم، از امکانات این کشور توانستم که به خارج تحصیل کنم و حرکت میکنم که اکنون کمتر سهم خود رو گذارم برای پیشنهاد امکانات به بینندگان امروز ما. هزار رحمت، همیشه سلامت باشید. بار دیگر شما رو عرض سپاس میگویم. بیننده عزیز، تا همین اندازه وقت رو درو بود برنامه خوشنما، باقی تنسیت و سربلند باشید.